پنجشنبه 9 اردیبهشت 55 درباره اسلحه مراکش و تشریفات کند اداری رد تیپ آمریکا عرض کردم که واقعا اگر بدبخت مراکشی ها در یک جنگ جدی می بودن تا حالا 100 دفعه شکست خورده بودن. فرمودند این مطالب را به شوخی به سفیر آمریکا بگو. عرض کردم اتفاقا صبح امروز در فرودگاه به او گفتم و خیلی هم دو نفر خندیدیم. در زاهدان در مسافرخانه پاکستانی ها بمبی ترکیده، 20-30 نفر شلوپل شدند. من فکر میکردم کار هندی ها باشن. شاهنشاه فرمودن قطعا کار بلوچ های پاکستانی یا افغان هاست و بلوچ های پاکستانی را هم البته افغان ها اغوا کردند. به ذوالفقار علی بوتو تلگراف تسلیتی بفرست، بعد هم خیلی سعی در پیدا کردن مسببین بشود. ماشاءالله به این فراست و سرعت و انتقال. یک نفر پولی را ادعا کرده بود به خیریه میدهد. پول زیادی بود و وقتی به دستش آمد پشیمان شد. انتظار داشت من اوامر شاه را ابلاغ کنم که مال خودت بشه و من نکردم، چون چنین امری نداده بودند و به او گفتم که فرمودن اهداء این پول به کار خیریه بسیار بسیار کار پسندیده است. بیچاره میخواست از غصه سکته بکنه، ناچار شد که بگه به کار دیگه مصرف خواهد کرد که البته کار خیری نیست، ولی ظاهر آن اینطوریه. این مسئله رو به تفصیل برای شاهنشاه حکایت کردم و اونقدر خندیدیم که من فکر میکنم اینقدر خنده از طرف من جسارت آمیز بود. شنبه 11 اردیبهشت 1355 صبح چند نفری را در منزل پذیرفتم، همان اندازه که بی عصبانیت لاغل از منزل بیرون نرفته باشم. ساعت 10 شاهنشاه به زمین ورزش کاخ سعدآباد تشریف آوردند و 3000 نفر نمایندگان کنگره سوم کارگران ایران رو به مناسبت اول ماه مه در آنجا پذیرفتند و فرمایشاتی خطاب به آنها فرمودند. در مراجعت به کاخ نیاوران فرمودند تو با من سوار شد. در اتومبیل سوار شدم. عرض کردم واقعا اون چیزهایی که امروز کارگران دارند نه تنها 50 سال قبل، بلکه همین 5 سال قبل هم به فکر هیچ کس نمی آمد جز فکر خود اعلیحضرت همایونی. و جالب این است که اعلیحضرت همایونی هر فکری که دارید تعقیب می فرمایید تا به نتیجه برسانید. فرمودن فکر تقسیم املاک بین زارعین که از زمان ولیعهدی در نظرم بود و همیشه دنبال می کردم، ولی موضوع شرکت کارگران در منافع کارخانجات به حد تسعیم شدن آنها از سال 1955 برام پیدا شد. و جالب اینجاست که تو اون سال آلمان بودم و این مطلب رو با رئیس سندیکای بزرگ کارگری آلمان در میون گذاشتم. اون به من گفت عملی نیست. بعد عرض کردم همه مسائلی که شاهنشاه پیش بینی می‌فرمایند به فکر خارجی ها نمیاد. همین موضوع سیاه‌ها رو ملاحظه می‌فرمایید؟ نلسون راکفلر چقدر با تعجب تلقی کرد و بالاخره چجور پذیرفت. و چند روز قبل هم به عرض رسوندم که سفیر آمریکا گفت تنها مطلبی که از اینجا به فوریت مخابره کرد که به اطلاع فورد و کیسینجر برساند همین فرمایشات اعلیحضرت در خصوص سیاه‌ها بود. نخست وزیر انگلیس هم که در عریضه خودش اشاره به این موضوع کرده فرمودند لابد سر راه آفریقا کیسینجر به انگلیسی ها هم در این خصوص مشورت کرده. ولی جالب اینه که کیسینجر درست حرفای ما رو تو آفریقا تکرار کرده. تازه تعهداتی را برای آمریکا هم عنوان کرده که دیگه ما به این شدت نگفته بودیم. مطلب که به اینجا رسید به کاخ نیاوران رسید. بعد از ظهر هم من 2-3 ساعتی با یه دختر خانم ایرانی گذروندم که بسیار خوب بود. سر شام رفتم. مطلب مهمی نبود. تمام صحبت‌ها شوخی بود. وقتی والا حضرت عبدالرضا و خانومشان هستن شاهنشاه را خیلی می‌خندونن که بسیار خوبه. فقط شاهنشاه فرمودن مسئله داخلی چین مثل این است که ریشه دار است. عرض شد ممکنه که کار آمریکایی‌ها باشه. فرمودند نه، باید کار روس‌ها باشه. چهارشنبه 15 اردیبهشت 1355 صبح شرفیاب شدم. برنامه سفر شیراز که تشریفات تهیه کرده بود در رساندم. شاهنشاه اظهار علاقه فرموده بودند که زیاد نمانند و تشریفات هم یک برنامه 7 روزه تهیه دیده شده بود که هیچ معنی نداشت. عرض کردم غلام جسارت میکنم ولی این برنامه رو نمیپسندم. صحیح نیست که بی جهت یک هفته تمام شاهنشاه در شیراز توقف بفرماید. مضافاً به اینکه ولیعهد اردن دوشنبه به تهران میاد و این در حقیقت یک نوع بی‌اعتنایی نسبت به اون تلقی میشه. فرمودند درست میگویی، سه‌شنبه آینده برخواهم گشت. برنامه را اینطور درست کنید. دانشجویان دانشکده بابلسر به علت اینکه 14 نفر از رفقای اونها نمره کم آورده بودند رئیس دانشگاه را کتک زده بودند. گزارش عرض کردم. فرمودند
اطلاع به من رسیده و خیلی جای تعجب است که ما بالاخره تونستیم این دانشگاه ها را اداره کنیم. اگر در کشوری بود که کاری انجام نمی‌شد قابل قبول بود، ولی در اینجا چرا؟ عرض کردم یک مقداری تنبلی و بهانه‌جویی، یک مقداری تحریک خارجی و یک مقداری هم معایب کارهای ماست. فرمودن چیزی است که ما نمی‌دانیم. عرض کردم احساسات جوانها را نمی‌دانیم. وقت هم صرف آنها نمی‌کنیم. آن وقت دشمن با زیرکی و هوشیاری انگشت روی کوچکترین معایب ما می‌گذارد. دیگر شاهنشاه چیزی نگفتند. عرض کردم والا حضرت اشرف یک جوانکی را به نام غلام رضا گل سرخی به عنوان پیشکار انتخاب کردند و به من فرمودند او را که هیچ سابقه اداری و درباری نداره هم ردیف معاونین دربار مقام بدن. چون غلط بود مخالفت کردم. خواستم به عرض خاکپای همایونی رسانده باشم. فرمودند بسیار درست است. اینها هیچ فکر مرا نمی کنند. هر کس به فکر خیش است. غافل از اینکه اگر وضع من درست نباشد اینها هیچند. دیگر من بیشتر ارزی ندارم. مرخص شدم. اولیا حضرت شهبانو تلفن فرمودند و از من جویای تاریخ سفر شیراز شدند. عرض کردم قدری گله کردند که چرا از من پنهان میکنند. عرض کردم لازمه مقام شاهنشاه ایرانه. چاره‌ای جز این جواب خوش نداشتم، چون اگر دست پاچه میشدم فکرهای دیگری میکردم که البته اون فکرها درست هم هست. بلافاصله فرمودند میخواستم به تو بگم که نذاریش خودشو خسته بکنه. به کلی صورت تعرض تغییر کرد. عرض کردم البته اطاعت میکنم، ولی به هر حال من در مقامی که دارم از این مسئله رابطه بین شاهنشاه و شهبانو بی نهایت نگرانم که اتفاق نامطلوبی خدای نکرده پیش آمد نکنه، و برای شهبانو هم که غالباً دوست دارم به جهات عدیده دلم میسوزه. ولی کار به جریان خاصی افتاد که منو کاملا ناراحت میکنه. من بعد از ظهر یک دختر ایرانی دیدم که بسیار اعلی بود. سر شام نرفتم. جمعه 17 اردیبهشت 1355. صبح منزل ماندم و کار کردم. بعد از ظهر در رکاب شاهنشاه به شیراز آمدیم. در راه تو هواپیما قدری کارهای عقب افتاده رو عرض کردم، ولی مطلب مهمی مذاکره نشد. تو شیراز به شاه چراغ تشریف فرما شدم. صحنه اینجا هم توسعه عجیبی پیدا میکنه، ولی کارهای اونها از بیپولی عقب افتاده بود. فرمودند حالا حضرت امام رضا به برادرشان 1.7 میلیون تومان بدهند که کار آنها تعطیل نشود تا بعد ببینیم چه میکنیم. مجموع کار در حدود 400 میلیون تومان بود، ولی بازخرید زمین‌های اطراف صحن دیگه پول زیادی نمی‌خواست. شب در شیراز به استراحت گذشت و نباید پنهان کنم که به یاد دوستم بودم. شاهنشاه تنها نبود. شنبه 19 اردیبهشت 1355. صبح با هلیکوپتر به فسا رفتیم. اولین مسافرت شاهنشاه به فسا بود. مردم از داراب و لار و استحوانات و نیریز هجوم آورده بودند و احساسات عجیبی به خرج می دادن. بسیار عالی بود. اینجا مدرسه حرفه‌ای عشایری مورد بازدید شاهنشاه قرار گرفت. اون هم عالی بود و به عرض رسید که دانشگاه پهلوی هم یه دانشکده طب روستایی در اینجا دایر خواهد کرد. یادم میاد 40 سال قبل با پدرم که استاندار فارس بود به اینجا اومده بودم. بخشدار التماس میکرد که یه دبیرستان 3 کلاس خواستیم به ما نمیدن و فسا دارای 2 دبستان بود. یکی 6 کلاس و دیگری 4 کلاس داشت. خدا به شما عمر بده. این هنوز اول کاره. از فسا روی استحوانات و نیریز هم با هلیکوپتر پرواز فرمودن. دشت خرامه را هم ملاحظه فرمودن که بسیار عالی و زیبا بود. در استحوانات هم درخت‌های انجیر را ملاحظه فرمودن که به صورت جنگل است. بعد از ظهر صنایع الکترونیکی ارتش را ملاحظه کردن. واقعا در سطح بسیار بسیار عالی بود، به طوری که از محصول اینجا به ارتش آمریکا و اسرائیل هم جنس فروختیم و باز هم خواهیم فروخت. و چیزی که واقعا باعث افتخار و سربلندیه این کادر بزرگیه که همه تحصیلات عالی دارن. 1400 کارمند که 180 نفر دکترا دارن، 400 نفر لیسانس و فوق لیسانس و بقیه دیپلم و تمام ایرانی هستن. آمریکایی‌ها از لحاظ تکنیکی اینجا نیستن، فقط نماینده کمپانی‌های فروشنده هستن. از موشک تاو تا رادارهای بسیار ظریف و فیلم و تلویزیون و دوربین‌های شب و غیره و غیره، همه‌شون اینجا ساخته میشن. واقعاً انسان احساس غرور و سربلندی می‌کنه. من چند دفعه از خوشحالی گریه کردم و شب با افتخار پای شاهنشاه رو بوسیدم که هر چه داریم از او و علاقه و فداکاری او نسبت به کشوره. بی جهت نیست که من در سخنرانی چند روز پیش تو دانشگاه پهلوی گفتم که من ایران رو
در وجود شاهنشاه می‌بینم و واقعاً مبالغه نگفتم. صبح مرکز فرماندهی تاکتیکی نیروی هوایی مورد بازدید قرار گرفت که واقعاً عالی بود، به خصوص از لحاظ تعداد و کیفیت هواپیماهای شکاری که به زودی دارا خواهیم شد. ترتیب تیراندازی با اشعه لیزر هم با تمام دقت اون به عرض رسید. فعلا ما در تهران، همدان، تبریز، وحدتی، دسفول، امیدیه خوزستان، شیراز، بندرعباس و بندر چابهار پایگاه‌های مهم هوایی شکاری داریم که ارزش دفاعی همه اونها C2، یعنی در سطح بالای دفاعی آمریکا قرار داره. خدا به شاه عمر بده. امر فرمودن باید C1 بشوید و از آمریکا هم جلو بیافتید. فعلا بهترین هواپیمای ما F4ه، ولی به زودی F14 جای اونو میگیره که خیلی از لحاظ کیفیت عالیه و هر عدد 17 میلیون دلار ارزش داره. بسیار عالی بود. جز اینکه به وجود مقدس شاهنشاه دعا کنم، کار دیگه‌ای از دستم ساخته نیست. همه چیز به موازات همدیگه پیشرفت داره. این یعنی کشوری که واقعا پیشرفت میکنه و من در قلبم افسوس میخورم برای غفلت‌های کوچیک دولت که مردم رو ناراضی میکنه. مثلا یک روز پیاز نیست، یک روز گوشت نیست، یک روز تخم مرغ نیست. چرا باید این مسائل جزئی در مسیر یک پیشرفت بزرگ کلی و ملی مردم رو ناراضی نگه داره؟ یا مثلا رفتار مامورین با مردم. واقعا گاهی همون اندازه که از صمیم قلب به شاه دعا میکنم، به دولت پدر سگ نفرین میفرستم. خودمون از بانک ها میگیریم، این هم محض خاطر امام رضاست. خندیدن و فرمودن چه بهتر، من که راضی هستم. وقتی صحبت 200 میلیون تومان پول نقد آستان قدس رو شنیدن، احساس کردم که باور نمی‌کنن. غافل از اینکه 250 میلیون تومان پول نقد داریم. من این مبلغ رو احتیاطاً پایین آوردم که برای اون 50 میلیون حواله نفرمایند. باری مرخص شدم و احساس کردم که پاشنه‌های پای شاهنشاه خیلی محکم به هم دیگه کوبیده میشه که علامت نهایت خوشحالی و رضایته. قبل از مرخصی فرمودن گردش می‌رویم. سفیر آمریکا هم ساعت 7 بیایند. اینو میخونم ولی نمیدونم چیه. به سمت ریاست دفتر خودشان انتخاب فرمودند همتراز معاونین دربار باشد و غلام مخالفت کرد. یلمند شدند. خواستم خاطر شاهنشاه مسبوق باشد. فرمودند اینها واقعا جز هوا و هوس خودشان چیزی سرشان نمیشود. بسیار خوب کردی. پنجشنبه 30 اردیبهشت 1355 شهبانو با هلیکوپتر به تبت تشریف بردن، چون باید قبلا به فردوس تشریف ببرن که فرودگاه نداره. من تو بیرجند موندم و با دخترام به کارهای خصوصی خودم رسیدگی کردم. بسیار خوب. صبح به اتفاق دخترام به تهران اومدم. بعد از ظهر شاهنشاه از گنبد تشریف آورده. من به فرودگاه رفتم و در رکابشون به کاخ نیاوران اومدم. از مسافرت خیلی خیلی اظهار رضایت فرمودم. فرمودند منطقه گرگان دیگر ایران نیست، اروپاست. در خراسان هم خیلی پیشرفت شده. عرض کردم زیر سایه اعلیحضرت همه چیز و همه جا پیشرفت میکنه. پرسیدم امشب که اعلیحضرت تشریف ندارن، قصد گردش ندارید؟ فرمودن نه، خستم. برای شنیدن ادامه خاطرات لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید.